دوستان عزیز و محترم، شالوم عرض میکنم خدمت حضور هر یک و یک شما. امیدوارم که هر جای دنیا که باشین انشاءالله که سالم و تندرست باشین. بنده آشور کاشانی هستم. امروز هم روز جمعه است دوستان، فقط به خاطر این کاود شبات، این حلقه شباتی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم با یه داستان قشنگ شباتی و امیدوارم که ازش لذت ببریم. از جمله اون حلقه اولی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، نوشته در حلقه که آدم بهتره که غذایی که روز جمعه درست میکنه برای روز شبات بهتره که ازش خود بچشه، که اگه مثلا یه نمکی فلفلی چیزی کم و زیاد میشه روز شبات ناراحت نشه به خاطر این موضوع و قبل از شبات اینو درستش کرده باشن. حالا سوال سر اینه که موقعی که ازش میچشین آیا باید براخاشو بگین یا براخاشو نگید. داره اینجا میگه تو حلقه ها که اگه آدم فقط میخواد ازش بچشه، فقط یه مزه بکنه، ببینه مثلا نمکی نمیدونم زردچوبه ای چیزی خوب نیست اضافه بکنه یا کم بکنه، این براخا لازم نداره. ولی اگه در خیالش هست که مثلا یه کاسه ای بشقابی چیزی ازش بخوره به طور مثلا ناهار که هم چشیده باشه و هم ناهارش باشه، اونو باید براخاشو بگه. حالا اینجا داره حلقه تعریف میکنه، میگه که حراف بعضی ها هستن که بعد از شام شباتشون یا بعد از صبحونه شباتشون یا ناهار شباتشون یه سری دسر میان سر میز و دارن سوال میکنن که آیا این دسرت ها رو باید براخاشو بگن یا براخاشو نگن. مثلا فرض کنیم میوه‌جات میارن سر میز، تخمه میارن، پسته میارن، بادام میارن و آیا اینو براخاشو خوبه بگن یا شامل همون حموتسیه میشه که اولش گفتم و پاتور میشه خیلی غذاها. پس اینجا داره میگه که نه، این برفرض میوه ها یا پسته ها و اینا که میارن سر میز چون که با نون نمیخورنش، این شامل اون سعودا نیست و باید براخاشو بگن، به شرط اینکه قبل از بیرکات آمازون اینو آورده باشن سر میز. یعنی اگه قبل از بیرکات آمازون اینو آورده باشن خوبه، مثلا بوره پریاعت، بوره پری آدما، مزونوت، هر چیزی که هست براخاشو بگن. ولی براخا آخرونا، بوره نفش رو دابوت یا براخا آخروناشو خوب نیست بگن، به خاطر که بیرکات آمازون که میگن آخر سعودا همه اینا رو با شامی که خوردیم یا نهاری که خوردیم همه اینا رو پاتور میکنه. ولی اگه ما بیرکات آمازونمون رو خورده باشیم و بعدش دسرت بیاریم سر میز، اونو هر تک تکش رو هم خوبه براخای اولش رو بگن و هم براخای آخرش رو، چون که بیرکات آمازون رو خوندیم و اوردی اینا رو همش رو شامی که خوردیم پاتور کردیم، ولی اون دسرتی که آوردیم پاتور نکردیم چون که بعد از بیرکات آمازون رو آوردیم سر میز. این بود دو تا حلقای شباتی امروز دوستان. حالا بریم سر اصل مطلب که مطمئنم همتون منتظرش بودین و از جمله این داستانی که میخواستم امروز خدمت حضور همگیتون عرض بکنم، داره تعریف میکنه درباره یه شخصی که خیلی پولدار و ثروتمند بوده و خیلی علاقه داشته به اسب. اسبای مختلف دوست داشته. حالا در ایام اونا مردم با اسب میرفتن این ور اون ور. امروز کسایی هستن که این علاقه رو به ماشین دارن. من آدم میشناسم که 16 تا ماشین داره، همش فراری و نمیدونم لامبرگینی و این چیزا دم خونش داره. اون موقع این شخص به اسب علاقه داشته و هر جایی که میفهمیده که یه شو، یه به اصطلاح نمایشکاس مال اسب، میدویده میرفته. حتی اگه اون بر دنیا هم بوده دوست داشته که برین اسبا رو ببینه و اگه چیز خوبی پیدا میکرده میخریده. از جمله تعریف میکنن که یه روزی به گوشش میرسه که توی فلان شهر دور یه نمایشکاس مال اسب و تصمیم میگیره که پاشه بره. میگیره دوتا از این اسبایی که خیلی خوب بودن و پرزور بودن میبنده به اون کالسکش. یکی از این اسبا نجاتش نجات عربی بوده که میدونیم که در اون ایام و حتی در ایام خودمون این اسبا خیلی خیلی گرون قیمتن، و یکی دیگهشون از نجات هندی بوده. اینا رو میبنده به کالسکش و شروع میکنه با اینا مسافرت کردن. همینطور که در این حال داشته میرفته، یه دفعه میبینه هوا عوض میشه، شروع میکنه بارون اومدن، باد اومدن، خیلی هوا بد میشه و میرسه به یه جایی که یه به اصطلاح آب بوده اونجا، آب گل بوده و این اسبا با این کالسکه میرن توش و همونطور که ما به فارسی میگیم مثل چی تو گل گیر کردم. حالا این اسبا هم تو گل گیر میکنن، هر کاری که میکرده هرچی بهشون شلاق میزنه که اینا شروع کنن به دویدن از این گله بیان بیرون،
نمیتونستن و این کالسکه تو گل گیر میکنه. یه چند دقیقه بعدش یه مرد پیرمردی که اونم با کالسکه و اسب داشته اونجا رد میشده، میاد اونجا رد میشه، میبینه اسباش خیلی به آسونی از این آب و گلا همینطوری رد میشن و میرن بیرون. و این سرمندمندی که تو گل مونده بوده صداش میکنه این پیرمرد رو، میگه که فلانی میشه ازت بپرسم که چه کار کردی که این اسبای تو که به نظر میاد که خیلی هم پیر باشن از اسبای من، از توی این گلا به آسونی رد شدن، ولی اسبای من که جوونن و اصیلن و از نجاتای خیلی خوب هستن و گرون قیمت هستن توی اینجا گیر کردن. و این پیرمرد جوابشو میده، میگه که میشه بپرسم که این اسبای تو از چه نجاتی هستن؟ میگه که بله، این اسب عربیه، انقدر پولشو دادم، اونم اسب هندیه، خدا تومنم پول اونو دادم و با وجود اینکه انقدر گرون قیمتن و پرزونن من اینجا تو گل موندم. بهش میگه پیرمرده، آها من میفهمم که موضوع سر چیه و چرا تو گل موندی و چرا اسبای من با وجود اینکه سنشون بالاست دونستن که از تو این گله بیان بیرون. میگه فرقش چیه؟ میگه این دوتا اسبایی که من دارم، پیرمرده بهش میگه این دوتا برادرن، میگه بنابراین من به یکیشون که شلاق میزنم، اون یکی هم اون زجری که برادرش داره میکشه میفهمه، درک میکنه و نمیخواد که برادرش یه شلاق دیگه بگیره. بنابراین دوتایشون با هم دیگه پشت به پشت هم دیگه کلاش میکنن که از توی این تلاش میکنن ببخشین که از توی این گلا در بیان. میگه ولی این اسپای تو دوتا نجات مختلفن، درد همدیگه رو نمیفهمن، درک نمیکنن، یکیشون از اون یکی کر نمیکنه، نمیفهمه درد اون یکی رو نمیفهمه. میگه خب رفیقم الان شلاقم خورد به من چه، اون خورده من که نخوردم که، پس همدردی با هم دیگه نمیکنن. بنابراین اسپای تو گل موندن و اسپای من با وجود سن بالاشون از تو گل اومدن بیرون. خب این بود داستان امروز. حالا این چه رفتی داره به ما؟ دوستان توی پراشای این هفته هم که ما میخونیم نوشته که پاسوکی از سراب خدمتون عرض میکنم، نوشته لخن امور لیبنه اسرائیل انی ادونای و هدستی اتخم میتخت سیولوت میترایم و ایتسلتی اتخم معبودتم و گالتی اتخم بزروان نتویا و وشفتیم گدولیم. هشم ایدبرخ به مشربنو علا و شلوم پاسوک میده، میگه برو به بنی اسرائیل، به آدمایی که در مصر زندگی میکنن، به اسرائیلی که در مصر زندگی میکنن بگو که من خدای شما هستم و من شما رو از مصر در میارم و از اون زجری که تا این تو مصر میکشین نجات خواهم داد و شما رو نجات میدم و با دست بلند از مصر خواهین اومد بیرون. و اینجا داره به ما یه پند خیلی قشنگی یاد میده این داستان و این پاسوکی که ما ازش خوندیم. میگن این اسرائیلا در مصر که بودن همشون به همدیگه کمک میکردن. اگه میدن یکیشون داره شلاق میخوره، چهار نفر دیگه میرفتن کمکش میکردن که این برادرشون، این رفیقشون، همزادشون شلاقه رو نخوره، کمک میکردن. همشون با همدیگه یکی بودن، سنس اف یونیتی داشتن، به انگلیسی بهش میگن، یعنی با همدیگه اینا یکی بودن، همدرد همدیگه بودن و سعی میکردن که به همدیگه کمک بکنن. بنابراین خدا اینو میبینه و یکی از دلایلی که نجاتشون میده همین این بوده. و متاسفانه تو این دور و زمان ما این سنس، این به اصطلاح این رفتاری که ما قبلا با هم دیگه میکردیم متاسفانه خود شلوول شده. مردم دیگه به خیلی به هم دیگه کمک نمیکنن، میبینن یه نفر دوستشون داره میفته، متاسفم، ولی سعی میکنن یه کاری هم بکنن که زودتر بیفته. بنابراین اینجا داره به ما یاد میده، میگه چقدر این سنس اف یونیتی، این با هم دیگه بودن چقدر زور داره، چقدر پاور داره درگاه هشم، چقدر به درگاه هشم خوش میاد و چقدر میبینه همچین چیزایی رو کیف میکنه هشم و میخواد به ما کمک میکنه به شرط اینکه هممون با همدیگه باشیم. یه پاسوک اینجا میارن نوشته شالوم شالوم لرخوک و لکاروف، میگه شالوم من میفرستم حتی برای کسی که دور از دینه و حتی برای کسی که
تو دین و مذهب هست، ولی به شرطی که شالوم شالوم باشه، یعنی بین همگیتون همبستری باشه، با همگه یکی باشین، با همگه اخت باشین، با همگه رفیق باشین، من برای شما شالوم میفرستم، من برای شما رزق و روزی میفرستم، من برای شما هر چی که خوبی که از من میخواین باستون میفرستم، به شرطی که همه تون با همگه یکی بشین. ممکنه که یه نفر یه علاقه به یه چیزی داشته باشه، یا فکرش یه جوری باشه، طرز فکرش یه جوری دیگه باشه، is okay، آدم میتونه که هر فرقی که میخواد داشته باشه، ولی به شرطی که هممون the end of the day به قول معروف با همدیگه یکی باشین. همینی که تو پیرکه آبود میخونیم کل اسرائیل عربیم زلزه، یعنی چی؟ یعنی تمام اسرائیل ها زامن همدیگه هستن، یکیشون که یه کاری میکنه روی اون یکی هم اثر خواهد گذاشت. دوستان این بود داستان و حلقای کوتاه امروز ما، امیدوارم که همه تون لذت برده باشین و ان شاءالله که شبات خوبی داشته باشین. باروخ ادونای لولام، آمین و آمین.